سلام، به خانه ما خوش اومدید. توی قسمت قبل دیدیم که از بین داوطلب‌های تهرانی سه خانواده خوششانس انتخاب شدن تا یک ماه به خرج ما زندگی کنن. خانواده‌های جوینده، دادگر و آقازاده که اوضاع مالی هر سه تاشون با شرکت کننده های سری قبلی متفاوته. برنده مسابقه خانواده‌ایه که با 500 هزار تومان توی این کارت بهتر از بقیه زندگی کنه. دست آخر هم 100 برابر پول مونده توی کارت رو جایزه میگیره. حالا شما خوبه؟ روز قبل از شروع مسابقه هر سه خانواده رفتن واسه آخرین تفریحای گرون و آخرین ولخرجی ها. بعد هرچی مایحتاج مصرفی و کارت و پول تو خونه ها بود پاکسازی شد و جای همه شونو یه کارت اعتباری گرفت. تقدیم آج خانم که کنترای آب و برق و آمپرای بنزین هم چک شدن تا زنگ شروع مسابقه رو بزنیم. مسابقه ما همین الان آغاز شد. خوبه. مرحله اول خرید و پر کردن دوباره یخچال و کابینت ها بود. آقازاده ها به سوپری و میوه فروشی محلشون رفتن. مامان جا اندازه نیاز میچید. دادگرا سری به بازار میوه تره‌بار زدن و جوینده ها سر از یه مرکز خرید شیک در آوردن. سه تا استراتژی مختلف که طبعا نتایجشون هم با هم فرق داره. حالا وقتشه که هر خانواده بدونه در مقایسه با رقباش چیکار کرده و خرج چقدر از بقیه بیشتر یا کمتر شده. علی، یه لحظه برو سایت خانه ما نتایجو ببینیم. استا دارم ماشینا رو ناکوت میکنم. بابا بزن دیگه. حالا وقتشه که هر خانواده بدونه در مقایسه با رقباش چیکار کرده و خرج چقدر از بقیه بیشتر یا کمتر شده. ببین هم اول ما این دوم آقایی بود که یه دخترم داشت. یه دختری پسر داشتن. ما هم فکرمون خانواده که دو تا پسر داشتن خرجش ما بیشتر بشه. منظور محمد خانواده آقای دادگره. نه اونا مدیر به نظرم مدیریت خوبی دارن اونا. ای بابا خودم میزنم. ای بابا خیلی من 50 تومن شده. چقدر خرج کردیم آقا تا حالا اولی بزن به افتخار خودمون. ای بی انصاف خانواده آقای دادگرنی 79000 تومن خرج کرد تا الان؟ آره من فکر میکردم خرج ما کمتر از همه باشه. نگاه کن بیشتر از همه ما خرج کردیم. خانواده جوینده 160000 تومان خرج کردن. وضعمون خیلی خرابه. خیلی خرابه. نه مدیریت عدد باید بگیریم دیگه. بابا از همه شما حسابداری یا حسابار شد ازش کن. میگیرم آقایون دیگه میگیرم. من دیروز تو فروشگاه گوشت میگم اینجا سنگینه بسته‌بندی‌هاش. گیر خدا تومنه. بذار بریم کمتر بگیریم. گوشت نمیده. آقای جوینده ناباورانه و مظلوم فقط انتقادا رو میشنوه و پیش خودش فکر میکنه چی شد که اینطوری شد. پیش خودم چی حساب میکردم؟ گفتم خیلی کم خرج کردم. چاره‌ای نداریم دیگه. بیا خانم خدمت شما خریدو از این به بعد شما مدیریت کن. خب کل خودمه. من میدونم با چه خرج کنیم. مسئولیتش رو من گرفتم عزیزم. از اول گفتم من هیچ مشکلی ندارم. از اول گفتم من قربونه. دعوا نکن. آره قربون. هم دکمه هر بزن. الو. الو نگو زبط شده. صدای یک پیغام زبط شده است. دومین ماموریت شما زندگی در خشکسالی است. زندگی در خشکسالی؟ با شروع ماموریت تمام منابع ورودی آب به منزل شما مسدود خواهند شد
و بعد از آن تنها می توانید از منبع 20 لیتری که پشت در خانه قرار گرفته استفاده کنید. طی 24 ساعت آینده کلیه فعالیت های شما از جمله تأمین کامل آب مورد نیاز بدنتان صرفاً باید از طریق این منبع انجام شود. در انتهای مأموریت میزان آب باقی مانده در هر منبع اندازه‌گیری شده و با توجه به مدیریت مصرف بهینه و درست شما با سایر شرکت کنندگان مقایسه خواهد شد. بودو برو شیفل که آمه بند بودو بدبخ شدی؟ چی شد؟ زندگی در خشک سالی 24 ساعت بعد با اون منبع آب زندگی کنیم. نمیتونیم همون نمیشه رفت بریم به مقدار خیلی لازم برای بدن خودتون آب بردنیم و شیرای آب رو پلوم بکنید. یعنی چی؟ پلوم کنید دیگه. هر چقدر آب بیشتر بونید برنده این مأموریت رو مشخص میکنه. یه بسته آب رو گذاشتن پشت در، باید بریم اینو بیاریم. چیکار کنید؟ گفت که مأموریت دوم صرفه جویی در مورد آبه. سالی این واسه توه؟ آخ جون بهتر یه نفری؟ بدش بخونم یه دونه لبه 20 لیتری به همون آب میدن. یه نفری 24 ساعت بعد با اون آب یه نفری به اندازه کل خانواده آب میتونه. نیازم آب کلن بردرست کنم. آقا زنگ بزن یه تبصره قانونی ما زنگ نداره. از این بار امکان تماس نیست دیگه، این تماس یک طرفه است. از تلفن عمومی زنگ بزن. ولی حمام نمیشه. حمام که نیست، به شما بیست بیرون. شما حمام با این چجور میرین؟ نگاش میکنیم تمیز شدیم. من کلا با این موامو میشورم. اکی باید جمع بکنیم آبا؟ از امروز میام، امروز میبندن دیگه. امروز توشو یه آب بگیر. آره آب بگیرم. فکر میکنین از پس این مأموریت برمیاین؟ بله آقا، میشه. کار نشد نداره. یه روز خوبه، حالا باز نگفتین یه هفته. کی تو خونه مصرف آبش از بقیه بالاتره؟ مصرفی که بالاست؟ امیر خیلی دست خودش هم نیست، نمیدونم چرا. حسن کلن همه چیزو هی میخواد سعی بکنه بدتر میشه. شما چطور؟ میتونید با 20 لیتر از پس این مأموریت بر بیاید؟ واقعا 20 لیتر که کمه. زعفران رو ما روز ما روزانه 20 لیتر میخوریم. 8 لیوان آب نفری باید بخوریم. واسه یه نه 8 از این لیوان کوچولو، حالا لیوانش هست چرا من بهتون نشون میدم. ما 8 تا از این لیوانا میخوریم در روز. 8 تا من و حمید و علی 8 تا از این لیوانا میخوریم. حساب ساله حتی تو آب هم از باقی خانواده جداست و میتونه یه تنه به اندازه همشون مصرف کنه. ایزم پرش کن، جا داره. پر کن ببینم. خیلی مونده هنوز. تو خونتون کی بیشتر از همه آب مصرف میکنه؟ بابا. یعنی اگه خانم دادگر چیزی نمیگفت معلوم نبود این شیر کی بسته میشه. همه ی فامیل دادگر منتظرن تا صالح گزارش لحظه به لحظه بده و در جریان آخرین اخبار مسابقه قرار بگیرن. سلام ماما. سلام. خوبی؟ ببین امروز اومدم، خب مأموریت دادم. شیرای آبو بستن. یه دبن بهمون دادن 2.5 لیتری برای 24 ساعت. حالا من که وضعم خوبه. من به من یه بشکه 20 لیتری دادن. خب شانس بودم محمود خونه نیست وگرنه کل آبا رو میخورد. گفتم به خاله، گفتم محمود مصرف آبش خیلی بالاه. با این حرفایی که پشت سر آقای دادگر میزنه انگار یه نفره میتونه همه این نتایج رو زیر رو کنه. اما محمودو چی کار میکنی خاله؟ اما محمودو خودش به تنهایی اینقدر رو میخوره توی شربت خیلی درست میکنه. به شرایط سخت عادت. چرا آقای دادگر از همین حالا همه یه کاسه کوزه ها سرش شکسته شد؟ این روش های ذخیره سازی جواب نمیده ها. تا 2 هفته دیگه آب نمیخورم. خب باشه پس پر کن. مأموریت با پر کردن 20 لیتری ها شروع میشه. بعد نوبت بستن شیرفلکه ها و قطع کردن آب خونه است. آخرش هم پلمب به خانه ما میاد روی شیرا تا دیگه کسی نتونه یواشکی آب مصرف کنه. خیلی
با قاشق یه زسترش با قاشق چیه؟ دردسر اول مأموریت اینه که منبع رو چطور تقسیم کنیم که یه قطره از آبش هم حروم نشه. من همشو میریزم. ابنه ده بذاش اینجا این وری نذاش. الان باید بشینی برای این آب برنامه ریزی کنی. 6 لیتر برای نوشیدن. خب بابا 2 لیتر میزنی برای چای. 4 لیتر هم برای دستشویی باید مصرف کنی. 5 لیترش اضافه کنی. 4 لیتر دستشویی. آقای جوینده قدرت حسابداریشو به رخ میکشه و با عدد و رقم مصرف خانواده رو محاسبه میکنه. اصلا دستشویی برای شستشوش نظافتش رعایت. ببینم 4 تا هم باید اینو هم بخوریم تا فردا، هم مامان باهاش غذا درست کنه، ظرف بشوره، ما آب غذا درست کنیم. آره دیگه غذا هم باید درست کنه. خب اگه اونجا باشه یه همون بخواد بره، اول آب همون احورا رو برداریم تا ببینیم چقدر میشه. آب احورا شورای خانواده آقازاده اول از همه تکلیف کاری رو مشخص میکنن که مصرف آبش بیشتره. دو تاییم بس میشه. واسه ماشه نریز زمین رو فقط این از طلا الان ارزشش بیشتره. بابا باید مثل طلا فروشیش مواظب هر گرم آب مخزنشون باشه. بابا بسه از این بر میریزه. بابا از سهمش کم میکنی. من از زم نمیزه خاطر جمع یه ذره هم دارم. نه یه ذره خیفو بکش بالا. یه اینو پر کن برای غذا پختن. اینجوری که شما دارین تقسیم بندی میکنین دوتا پارچه بعد از همسایه قرض بگیریم. آقای آقازاده کاری به آب لازم برای بدن اونم تو این گرمای تابستون نداره. همینطوری چشمی و دلی یه خط نشونی رو مقصد میکشه و میخواد به هر قیمتی بیشتر از این مصرف نکنه. 7.5 لیتر آب بریزیم برای خوراکمون توی این و سعی کنیم صرف کنیم. 20 لیتری هر خانواده حداقل آب محاسبه شده برای مصرف 4 نفر تو یه روزه. حالا خانواده ها باید با خلاقیت مصرفشون از اینم کمتر کنن. بر منم بریز. بس دیگه. من ندارم. اما انگار همه میخوان با تشنگی و آب نخوردن هر جور شده آب بیشتری تو مخزن نگه دارن. 2 لیتر نیم دیگه مصرف بشه برای دستشویی و بقیه کارا. 10 لیترش باید برنامه داشته باشیم که برگردونیم. آره. دارین چیکار میکنین؟ روی لیوانا رو اسم نویسم که قاطی نشه دیگه. هی نخوان هد لیواناشون بعد از اینکه استفاده میکنن بذارن تو ظرف شد بذارن تو کابینه دوباره از همون استفاده کنن. کلمن رو بیاریم آبا رو بریزیم داخل کلمن که شیر داره استفادهش به دقیق کنترل شده تر میشه ازش استفاده کن. چیزی روش دیم آبا؟ نه خب مرسی. میذارم اشین رو این تو. در اینو ببندیم فکر کن دیگه اصلا آب نداریم. فکر کنید همه موجودی مون همه خوبه این نسبه. اون همه آبو برای چی گذاشتین تو بالکن؟ اونو گذاشتیم کنار به بچه گذاشتیم فکر کنید که اصلا دیگه آب نداریم. کل موجودی مون همینه دیگه. حالا در شرایط خیلی حاد از اون استفاده کنیم. اینو گذاشتیم شرایط خیلی حاد یعنی وقتی آقای دادگر برگرده خونه. آره در شما بچه حال چی کار کنم نهار؟ با تجربه وضعیت آبمون غذایی که نباید ماکارونی درست کنم؟ ماکارونی؟ آبگوش درست کن. آبگوش درست کنم؟ خب یه غذا درست کن که آب نخواد. باید این غذایی تهیه کنی خب یه غذایی نونی کمتر آب ببره دیگه امروز. یه غذایی نونی مثلا گوشت. چی؟ کباب خوبه. این غذایی هم که غذای خوبیه. من انتخاب کرده بودم آنالیز گرفتم که شما اصلا بهش اعتقادی نداشتید. چون اینا فوق العاده انزل هزینه کرد بالاست و مواد زیادی استفاده میشه. 7800 تومان این غذایی که شما گفتی حداقل پامون در میاد. تقسیم نه بر... آقای جویند چه جوری حساب میکنی؟ یه رونه گوسفند که نذاشته مپزه. حالا فر 7800 تومان من درست تموم میکنم. میشه قیمت تمام شده. باشه. حالا 3000 تومان فقط مقداری که من مقداری که برای 4 نفر. برای 4 نفر الان من با این ظرف آب باید قشنگ امروز نهار رو درست بکنم، شام امشب هم درست بکنم. سعی کن که برنج نباشه که واسه شستشوی برنج رو نبخوای استفاده. آره یه غذایی که حالا آب کمترم مصرف میکنه ولی میتونم شکمپر دلمه درست بکنم. دلمش هم داریم. دلمش هم داریم دیگه لازم نیست بریم بگیریم. آره من این گلدونش رو از بازار گل گرفتم 5 تومن.
خانم آقازاده حواسش نیست که رو این همه فلفل قرمز باید کلی آب بخورن که تندی رو بشوره ببره. این چی؟ زن اینجوری قشنگ دستمو بمالم. نهار چی درست کردین؟ خوراک گوشت چرخ کرده با گوجه. بچه ها ببینید مقدار گوشت منو. این گوشتمه با سویا قاطی میکنم. آها با سویا. بله. پس شبه گوشت میخوای مصرف کنی؟ شبه گوشت نه. مهم پروتئینه. الان دیگه تموم شد. یعنی امروز که بهتون گوشت دادم تا ماه آینده. تا هفته دیگه. حالا من زنگ میدارم قضیمون سفارش بدم دیگه. نمیخوره قضیمون؟ نه. چی سفارش میدی؟ یک حالا شما ببینید چی کار دارید. از اون قضا چیزا؟ آره. سلام خسته نباشید. یک کباب میخواستم. یه سالاد با یه نوشابه. فقط میزحمت میخواستم بدم که کبابتون کم چربه یا پر چربه؟ جوجه سفارش بده خب. خب اگر میشی لطفا سریع تر بیارین دیگه. کباب کوبیده چه کم چرب باشه چه پر چرب، شکنجه مضاعف واسه حمید و علیرضا. چه جوری تو بالکن شات گذاشته بابا؟ از تو آوردن؟ آره. به خودت هم میرسی. سالاد و نوشابه و احتمالاً با تچین. ولی فکر نکن که از این نون سنگ که ما بهت میدیم. نه ترس. اتفاقاً نون و کباب رو باید با نون چیز خورد. باش خورد. برو ما برو. میخواین آبم بیارم براتون؟ نه. اونا دیگه تحمل کنید آقا، فکر کنید اینجا واقعا خوشحالی اومده. دادگرها واسه کم شدن مصرف آبشون حتی از تنگ آب روی میزم نگذشتن. یه بشقاب، سه تا قاشق، کل اساس میز ناهار همین است. تقسیم سه تا دلمه به چهار نفر ریاضیات پیشرفته میکنه. هل هلی با یه آب خیلی کم شستی شاشنه؟ آره. چیزی که کمترین باشه مالمون چند تولید و مصرف و دلمه همی جا. آره ارگانیک. وای ارگانی شریخ. تو دلمتون رو با چی پر کردین؟ ما سویا درست کرده. ما سویا درست کرده. همیشه سویا مصرف میکنی؟ آره. با گوشت قاطی میکنه؟ با گوشت قاطی میکنه. ولی خب گوشت هم حتما داشت. آقا مهدی بیا دیگه. ما بینا یه لحظه ما بایی دست شما دار نکنیم. زحمت میشیدیم. باید سر رو جوی غذا بخوریم. این روز این تو پر گوشت بود. بده من چی؟ من رو نبازی چی بخورم. نه من با تو میخورم. کمتر بخورم. میگم غذا خوردن زن و شوهر توی ظرف محبتشون هم به هم بیشتر میکنه. همین غذا پای من چقدر اومده؟ چقدر؟ 3000 تومن. ظاهرا مامان هنوز حواسش به حساب کتاب نیست و قیمت گوشت یادش رفته. بچا از نون بیشتر استفاده کنید. مامان زیاد پای نونت میذاری، بلد نیستی کم بذاری؟ هرچی مبینا حواسش به توصیه های مامان جمعه، محمد برعکس بیخیال و لقمه کمگوش تو مرامش کلن نیست. شب بریم باشگاه زنگی سالاد بخوریم. اگر بریم باشگاه بعد مصرف آب بیشتر میشه. بعد دوش بگیرم حتی نمیشه نه باشگاه. ولی باشگاه باید بریم دیگه. زندگی تو خوشسالی نباید روال روزمره خانواده ها رو به هم بزنه. حتی باشگاه رفتن حمید هم سر جاشه. یه شیشه ببرم بخوام یکونیم لیتری. نه ما یکونیم لیتری خیلی. فقط همینجا بریزم که اینا بشوره ببره پایین. میتونم با دستمال نمدار بهدارم. یه با دستمال نمدار کارت راه میفته. دستمال نمدار چی کسافت کاری میشه؟ اندازه یه نصف استکانم آب میتونم بهت بدم. ولی خیلی تنده. اینم از عاقبت غذای تند و تیز مامان که مصرف آب اهورا رو بیشتر کرد. من اومدم تو آشپزخونه دیدم اصلا بود تندیشو حس کردم بهتم گفتم. نه نگاه. خب دیگه اونو گفتم میریزم فلفل دیگه نریختم اصلا صرفه جویی کردم. حالا چرا اینقدر غذا رو تند کردین؟ تقصیر اهورا شد. گفت فلفل بچینم. منم حیفم اومد همه رو ریختم. نه باشه.
مشغله برای چی میآوردین؟ برای سالاد. مشغله پلوامون کدوم بود؟ اون قضیا. اینا رو هم بخور. روغن رو بخور. پول ندم برای اینا محمد. اینا نه کن. خالیه. همیشه کار مرغ. قبلا بار سوپ بود. بچه ها هنوز هم دارن افسوس گذشته ها رو میکنن. او بره میشه بکنم. غذا قبلی میده. سیر شدی مامان؟ آره خیلی. موشه جانتون. خدای من از سیر شدم و بگیم میکردم. خوب بود دیگه. گرسنه ای جدی؟ خوب. محمد گرسنه ای؟ آره. خب گرسنه سر تعدل بدن. حالا نوبت شستن ظرف هاست. هرچی ظرف کمتر، مصرف آبم پایین تر. اما با این حجم آب شستشو کار ساده ای نیست. ببینیم هر خانواده چطور از پس این چالش برمیاد. بطری پلاستیکی ایده خانم آقازاده است. میشه؟ همیشه تو مصرف آب اینقدر رعایت میکنی؟ من توی زندگی عادی اینقدر کم مصرف نمیکنم، ولی باز صرفه جویی رو دارم. مامان میتونی با اسپری ظرفا رو بشوری؟ یعنی اسپری کنی؟ بله. خب برو اسپری ها تو اتاق کمد محمد بیار قرمز رو. کافی نگاه کن، پایین نگاه کن. خوبه. آقای کما بپاچ. شستشو با اسپری مصرف آب جوینده ها رو خیلی کمتر از بقیه کرده. البته معلوم نیست با این ایده ظرفاشون واقعا تمیز شده یا همونطور چرب و چیل مونده. خب کافی. بسه پشتش. بگو پشتش رو دیگه نمیخواد. تمیزه به شیش هم نمیدونم. آشیش مامان خشتی مامان جا بازی بکن، حواست پرت میشه، کشنگی یادت میره. مامان نمیخواد به هیچ وجه از خطی که دب بکشیدن پایین تر برن. حتی تشنه موندن پسرش هم سستش نمی کنه. شیش اهورا شیش دارم. خب سه تا لیوان میگیرم بهت میدم ششم. بابا نمیدونم دیگه انتخاب شما. انگار چی؟ سه تا لیوان آب بخوری. قبول کن. خوبه مو حلک دارم میشم. مون جان دیگه اینجا خب کولر باید خاموشش بکنیم دیگه آب مصرف نشه. من خودم تعامل کنم. من پنجره رو باز میکنم. چی؟ من عوض میکنم. میده بده بش. میگیرم ها. حالا چون توی دوتا دیوان بده. یه دونه نه دیگه، یا دوتا یا بذارم. دوتا. بلند شو برو بردار بیار. برو نه لیوان آب. برو بطریتو بردار بیار. خب شیش گرفت. لیوانم بیار دیگه. ببین چقدر آب ریخته. نه بی بریزه خودش. آها بکرم همینقدر. یا باشه نگاه دیگه آدم مال باخته است. منچه آقازاده ها واسه اهورا دوتا لیوان خرج برمیشه. مامانم که نذاش آب بخوره. حالا تشنه و باخته مجبور یه کمی بخوابه تا بلکم اینطوری ذخیره آبش بیشتر بمونه. چرت بعد نهار برادران دادگرم آبخورش صفره. میخوام بریم کلاس آموزش. کلاس آموزشی داریم. کلاس آموزش استفاده از آفتابه. زندگی تو خوشسالی باعث شده کلاس فوق برنامه هم تو خانواده جوینده را بیفته. آفتابه. این موقعی که ما همسن سال شما بودیم یه وسیله زندگی واجب هر خانواده بود. هر کسی باید مبینا و محمد هر دوشون دیگه حسابی معذب شدن. این فکر نکنید وسیله خیلی آسونه. آره تکنولوژی داره و طرز استفادهش خیلی مهمه. اینا مسی بودن و تو هر خانواده همراه جهاز مثلا هر کسی میخواست ازدواج بکنه اینجوری بود. مسی از اینا جهاز خانوادهش بهش میداد میبرد خونه شوهر. حتی مقدور تو همینجا بیشتر آبش نمی کنید. موقعی هم که میخواید پر کنید ببرید باید حواستون باشه که تکونش ندین با دست، اینجوری زیاد آب میپاشه ازش بیرون. تره وسیله خیلی خوبیه. این خاطره امروز خاطره ها برای من زنده شد. زنده شد صرف جوی محمد. این حالا خیلی ممنون. دست شما رو میبوسه. بیدارش استفاده کنید. محمد افتتاحیه بزنه. سکوت و رخوت و خوابالودگی همچنان بر منزل دادگر سایه افکنده. اما حمید از خوابش سیر شده.
و این یعنی علیرضا و ساله هم دیگه حق ندارن بخوابن. حیزه داداش بلند شو بوده دیگه خیلی خوابی له جون بزر خاله بلند شو بلند شو بلند شو دیگه میخوام این باشگاه بودو بودو یه قطره اشکایی نداره بگم برو میریزم دیگه. پسر خاله حساب ناهار چرب و چیل و دبه آب اضافه صالح و اینطوری باهاش صاف میکنه. سلام. خوبی؟ آقای دادگر بالاخره از سر کار به خونه برمیگرده. ماشین که ندادیم. اون مترو دارم میام. مترو میای؟ دیگه تو میکشم. سلام. خوبی؟ اون نبودی؟ حتی بهتر که نبودی. با اون مصرف بالای آب بچه ها تقم دارن یه کمی استرس بگیرن. تا فردا تقریبا یازده آب ندهیم. اینا پلومه دیگه. اینا پلومه. همه شیرامون. کلی خلاصه. آزاد بچه ها رو کردم که اینقدر آب باستم اون واقعی ببونه. آه ولی باید نگرش دیم. فکر نکن شما الان اومدیم مثلا میتونیم که بگم یه همون باش. ما میتونیم نصف اینو بدیم به شما. کلی موازه بچه ها بودم. هیچکی هیچ حرفی از منبع توی بالکن نمیزنه. بلکه بشه اینطوری مصرف آب بابا رو مهار کرد. بیارم. نهار چی داریم؟ نهار. نهار اون نهار خوبیه. ما خواهی با نمک بزنیم. بابا نخواهد که این نمک بزنیم. این هم میتونیم برنده بشه. عزیزم اونجوری هم که برنده نمیشیم بعد بالاخره قضا هم بخوریم. برنده شما که فقط بابا پول نیستش. به قیمت مردن کنم برنده نمیشه. ما بعد کیفیت زندگیمون در این حال که یه خود خرجش کمتر از قبله بیشتر شده باشه. کنم صبح با از غذای ما بیشتر باشه. آره من فکر کنم یه ذره غذای شما بیشتر از غذای خودم. علی رضا به رسم هم لقمگی سر سفره کنار بابا میشینه. با غذای امروزمون شما حدس میزنید واسه 4 نفر چقدر در میاد؟ یه حدس بزنید دیگه حدودی 10 تومن 6000 خیلی خوب آره خوب ولی خب همه غذاها بادمجون و گوجه نی البته یه ذره بیشتر از هم لقمه میشه امروز هم از شانسمون تو این دیابی باید هموم کنیم همومت خورده بریم فقط بریم با کمترین آب باید بشوریم هموم رفتن این شکلی با شیر بسته و آفتابه الان فانتزی به نظر میرسه ولی اگه مصرف آب هممون همین جوری جلو بره برای 10 سال دیگه اصلا اتفاق عجیب غریبی نیست بشور تو گوشت گربه شور شنیده بودی؟ اینجا میتونیم ببینیم باشه من میشورم باشه دستتون بود بله بچی آب و کم مصرف آفرین برو با سرما نخوری برو لباساتو بفروش ساله که تو پارکور ادعاش میشه قول داده امروز یه حرکت خفن واسه پسرخاله ها بزنه همین حرکت منظورش بود. از دیگه خود اول بچه رو گرم کنیم. ساله غیر از پارکور هالتر زن حرفه‌ای هم هست البته با کمک پسرخاله داری خوب تمرین میکنی امروز بگی دو طرفشو بگیر اونجوری بیارش برم حمید آقای مربی بازم حواسش جمعه که کسی این وسط اشتباه نزنه بودم کارش تام شدیم قولت بردار برو یه دوش بگیر عموم کردن صالح بدون استرس و با آب داغ نامحدوده عافیت باشه آقا شما این آبی که نمیشه باش آقا اون همی که نمیشه ولی باشه امتحان میکنیم بریزن علی آقا
تموم کردن حمید ولی فرمون دادن میخواد. یا اگه خودت من اینجا خب بریز بیا مامان، بیا دخترم تا مسواکتا بزنی، بیا اینجا مامان. خب مبینا، این آبو میبینی؟ بله. من باید با این مقدار آب هم من مسواک بزنم هم تو. بله. تمیزم شسته بشه که میشه. بالا، پایین، پایین، به سمت بالا. اما دهنمونو خالی میکنیم. حالا یه مقدار آب دهنت کن. خب خوب 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 بشور که نخوام دیگه تکرار کنم. خب تمیز شد؟ بله. اینقدر آب اضافه بردیم. بده بخورم. بریم. اوکی بریم مامان. خیلی خوب شد. آفرین. فصل پنجم مسابقه خانه ما قراره به زودی تو شهر رشت برگزار بشه. اگه شما هم جز خانواده هایی هستین که فکر میکنید سبک زندگی کم خرج و خلاقانه ای دارین و میتونین 100 برابر پس انداز ماهانتون جایزه ببرین، خوبه همین حالا سری به سایت برنامه ما بزنید و با ثبت نام تو مسابقه شانس خودتون رو برای برنده شدن امتحان کنید. بچه یه خبر خوشحال کننده بهتون بدم. بده. نیم ساعت بیشتر نموده. آخ. بعد دیگه پلومه اونو باز بکنم میتونیم آب بخوریم. بیا اینجا. جای بچه ها اینجاست. بشین تو این صبونه دوره همی آخرین ساعتهای زندگی تو خوشسالیه. خانم دادگر ناپرهیزی کرده و به جای لیوانای اختصاصی فنجون واسه چای گذاشته رو میز. خوش بگذره. همیشه به مسابقه. بشم نخیه اما. کلی هم صرف جویم شد تو مصرف دستمال کاغذی میشونیم. عزیزم عزیزم پنیر ما دیگه نخواه. پنیر من یک سوم شما هم نبود. اون راستی چای نداری؟ نه چون پنیر رو که با شیر نمیشه خورد. مامان آب قطع بود دیگه. من برای صرف جوی تو مصرف آب شیر به تو دارم، هم کلسیومت. البته قرار ما از اولش مصرف بهینه بودا، نه که هی تشنگی بکشن و خودشون رو اذیت کنن که منبع آبشون دست نخوره. یه جوری آوردم که شریکی با هم بخوریم، چون بعد ظرفاشو بشوریم تا اونجا که میتونیم صرفه جویی بکنیم. آقازاده ها دو تا لیوان واسه چهار نفر آوردن، انگار اونا مثل جوینده ها میخوان محبتشون به هم بیشتر بشه. من و تو با هم، بابا با آبجی هم با هم یه خورده برزیم که نلبکی بخوریم، شیرینش کنیم. تازه اینقدر رعایت کردیم اینقدر مونده. چم بری؟ من استرس داشتم احورو بگم مامان دستشویی دارم. حالا سر سفره بگذرین. میگم اصلا این ماموریت چیز خوب و قشنگی هم براتون داشت؟ قشنگترینش این بودش که آدم قناعت و اینا رو یاد میگیره که اگه یه موقع یه بحران اینجوری بود میتونی پسش بر بیای. بعد اینقدر به همون میگن کمبود آب داریم واقعا حسش میکنی. این خوب بود، تجربه خوبی بود. آقای جوینده که محل کارش توی خونه است هر روز از همون میز صبحونه کارش رو شروع کنه. بچه من ظرف زیاد نمیتونم کثیف کنم، دستمال بذارم که نخوام دوباره بشورم. هر ایده‌ای که مصرف آبو کم کنه لزوما فکر خوبی نیست. همینجا مثلا مصرف دستمال کاغذی داره میره بالا. الان معلومه دیگه، دستمال کاغذی گذاشتی زیر. محمد امروز برای اینکه آب مصرفش مسواکم نذاره کنه. امروز سر بهداشتم در فقط کمبود آب چیزه، محمد بهداشت رعایت نمی‌کنه. خب بهونه واسه تنبلی هم جور شد. ما دستکش میاری؟ چیو؟ دستکش. بعد چی میارم؟ بگیری دستمون کثیف نشه. آها یه بار مصرفو دست کنی. خوبه راست میگه. خلاقیت واسه مصرف بهینه یه مجموعه به هم پیوسته است. خوب نیست شما واسه کاهش مصرف آب تولید زباله پلاستیکی رو ببری بالا. اون دستی که میخوایم باید لقمه رو بگیری. چای نخورید میشه؟ نه. تا
تازه استکان رو شستم. چایی دم نکنی دیگه. آقای جوینده با اون دست دستکشدار بردار آقا. بچه زود بخوام ظرفا رو بشورم. زود باشین. من خوردم ها. جمع کنم؟ بله. دست شما در نکنم. آقا جمع کنم. اینجوری که ما داریم زندگی میکنیم این آینده است. در آینده اینقدر آب کمه که شبیه ما زندگی میکنه. دیگه نمیتونن برن زیر دوش حموم و ظرف و شیر رو باز کنن بشورن و... آروم آروم به لحظات پایانی ماموریت نزدیک میشیم. هر خانواده آب باقی مونده تو ظرفاش رو دوباره به منبع بیسکویتی برمیگرده. ما بریم بخوریم ظرفه که دیگه. هر سه خانواده به جای مصرف بهینه و مدیریت درست بناشون رو بر مصرف نکردن گذاشتن. حتی به قیمت اینکه تشنه بمونن یا شستشون و نظافتشون درست انجام نشه. چیزی که ما تو مسابقه دنبالش نیستیم. بابا هر کدوم دیگه میخوان امتیاز بگیرن. یه قطرشن یه قطرن. خودمونیم و خیلی کم مصرف کردیم. انقدر استرس داشتیم. 5 لیتر و نیم شاید 6 لیتر مصرف کرده باشه. خیلی کارتون خوب بوده. خب همه رو الان زده بودیم تا این خطا. ببین تقریبا بیشتر شد. بس کسو رو برداریم بزنیم اینجا؟ نه نه نه. بابا گفتش که از اون میخواد بیاد پایین دیگه پایین تر نیاد. این که پخت و پز هیچی. پخت و پز شستشون خیلی خوب. مثلا حالا انگل این رو نگیریم. همه اون ظرف چرب و چیلی ها رو با همین یه تون جزدن. لابو تمیز شده دیگه. الان بابایی اومد بالا. مادر واسه شو. یه وقت تا اینجا بودی. چی شد؟ افتادم. بابا ترسیدم من. گفتم چی شد؟ انگار گنج پیدا کردم. تو این لیوانم بود. آره. آه یه قدم تو لیوانه. این واسه شد اصلا. از بالا نه. یواش. بالا نه. یواش. بالا نه. نه نه. برام بشکه بیارینم. بشکه چقدر؟ بیا. پارچمون چی؟ پارچمون توش آبه؟ روبرت لیولانس. پارچمون؟ با برگردوندن این پارچه آب به منبع 20 لیتری مأموریت به نقطه آخرش میرسه. آبمون هم خیلی خوب، بیشتر نصفش فکر کنم مونده. حالا دوباره پلمپ فلکه ها باز میشه و زندگی به روال عادیش برمیگرده. بشه با نکشم مشکل نده به ما بینا کمک کنیم توی افشار بشم. نه نه کمک بستیم. کجا میری؟ نه بستیم. ای بابا محمد از همه زودتر رفته بود. چی؟ بیا بیرون. چی شده؟ نتیجه ماموریت دوم بر اساس آب باقی مونده تو منبع هر خانواده اعلام میشه. یعنی فعلا هر کی کمتر مصرف کرده بالاتره، ولی نحوه مدیریت مصرفش هنوز صورتبندی لحاظ نشده. خانواده جوینده با مصرف 4 لیتری و ذخیره 16 لیتریشون همه رو شگفت زده کردن. در واقع نشون دادن که حتی به قیمت آب نخوردن هم میخوان اول باشن. آقازاده ها تو این ماموریت هم عین مرحله قبلی بین دوتا رقیبشون قرار گرفتن. 6 لیتر و 900 مصرف کردن و 13 لیتر و 100 برگردوندن. وسواس های آقای دادگر اما انگار مصرف خانواده رو خیلی بالاتر از رقبا برده. 9 لیتر مصرف یعنی 2 برابر بیشتر از خانواده جوینده و 11 لیتر ذخیره نتیجه ثبت شده اونا تو این ماموریته. ما من میتونم با یه آفتابی میتونم ماشین بشورم. اینجوری با اینا با یه آفتاب آب؟ آره با یه آفتاب. اینجوری با این یعنی منظورته؟ با یه اسپری لک. نه کلا میگه با یه آفتاب. با یه آفتابه میتونم ماشین بزرگر بشم. واقعا؟ آره. محاله. ماموریت تموم شده. اما بچه‌های جوینده هنوز از فضای مسابقه بیرون نیومدن و میخوان هنرشون تو صرفه جویی رو بیشتر به رخ بکشن. با یه آفتابه؟ آره. یه ماشین بزرگی. اگه تو با یه آفتابه بشوری پس منم اونم بوده تا آب پاش. یه ماشین کوچیکه رو میگیری به دست. باشه.
با یه آفتابه. ما ماشین اونه با دو تو، ما نمیتونیم با دو تو اسپری آب بشوریم؟ یواش تر فقط تو. میتونیم؟ بله با کاری نداره که. بریم؟ بریم. 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 اسپری آب با. دخلت نیست خرجا هسته تر کن که میگویند ملاحان سرودی اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. کجا رو گفتی؟ نه 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 اون نزدش محمد از ما تمیزتر کرد و ببین چقدر آب اسراف میکنه، این همه تلویزیون اعلام میکنه، کارش خیلی زشته نه؟ آقا بلش کن بیا 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 نمیخواد بهش تذکر بدی آمینه خانم شما بیا اینجا ماشین خودمو تمیز کنیم بلش کن باید خودش توجه کنه دیگه این همه تو مطبوعات چه کار بدیه ببین نگاهش کن لحظه خب تموم شد شما با یه آفتابه تمیز کردی؟ حالا نوبت بازرسی فنی عملیات انجام شده نه واقعا تمیز شد معلومه که محمد تو ماشین شستن حرفه‌ای و دفعه اولش نیست نه تمیزه خب شما چی؟ با این دوتا کردی؟ شما با یه اسپری؟ یه اسپری و نصف ظاهرا مأموریت دوم روی سبک زندگی خانواده جوینده تأثیر گذاشته حالا درسته که مدیریت عجیب مصرف آبشون قابل توصیه نیست اما انگار صرف جویی ها بهشون مزه کرده و شاید بخون تو روال عادی زندگی هم ادامهش بده آفرین خاندومی نفرم بایی ماما خانواده جوینده فقط 4 لیتر آب مصرف کرده خب الان چی شده؟ بابا ما بردیم ما بیشتر آب اضافه بردیم 16 لیتر آفرین چالش اصلی در این مأموریت مقدار زباله تولیدی برای مهمانی است به این قضیه فکر کنیم که چجوری تا اونجا بریم خونه آقای آقازاده سلام خوبی؟ سلام چطوری؟ سلام خوش آمدید خوب هست شما قربان خوشحال نیست آه این بلند شد از شما آسون نیست جرأت میخواد چون خانوادت همرات میاد صرف جوقی یک هنری بدون دست در نری علکی خرجش نکن تحمل داشته باش یه ذر